جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. در یک سال گذشته دست کم 811 تن در ایران به دار آویخته شدند. نسرین ستوده و فرهاد میثمی اعلام کردند که در صورت عدم لغو حکم اعدام شریفه محمدی اقدام به اعتصاب قضا خواهند کرد. وبسایت تحلیلی میدل ایست آی به نقل از منابعی نوشت که اسماعیل قاآنی زنده است و آسیبی ندیده اما تحت بازجویی است. اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده حزب الله خبر داد. پلیس سوئد در حال بررسی تیراندازی در نزدیکی یک هدف اسرائیلی در شهر گوتنبرگ است. یک شبکه اسرائیلی ادعا کرد که ایران در حمله هفته گذشته به اسرائیل حدود یک سوم از موشک‌های بالستیک پیشرفته خود را مصرف کرده است. طوفان میلتون سواحل فلوریدا را درآوردید. هان کانگ نویسنده کره‌ای برنده نوبل ادبیات سال 2024 شد. و رافائل نادال برای همیشه از دنیای حرفه‌ای تنیس کنار می‌رود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 10 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 19 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. امروز پنجشنبه 19 مهر ماه برابر با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری امروز پنجشنبه دو زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. رانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی از اعدام 7 زندانی در روز 18 مهر ماه در زندان قزلحصار کرج خبر داد. طبق گزارش سایت هارانا جمهوری اسلامی در بازه زمانی 10 اکتبر 2023 تا 8 اکتبر 2024 حداقل 811 تن را در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز اعدام کرده است. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود 23.6% افزایش داشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه با شیخ محمد عبدالرحمن آل‌ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. عباس عراقچی در حساب کاربری در صفحه ایکس بدون ارائه جزئیات به نگرانی‌ها و منافع مشترک حکومت ایران و قطر اشاره کرده و نوشته است که دو کشور مصمم به همکاری هستند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیش از قطر به عربستان سعودی سفر کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران عراقچی امروز پنجشنبه گفت رایزنی‌های مفید و سازنده با محوریت توسعه روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه در ریاض انجام گرفته است. فریشه مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از صبح امروز پنجشنبه 19 مهر ماه در اعتراض به بلا تکلیفی و محرومیت‌های ایجاد شده برای او و افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان در ایران دست به اعتصاب قضا زد. این زندانی سیاسی اعتصاب قضای خود را همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام آغاز کرده و اعلام کرد که اعتصاب قضایش از لحاظ زمانی نامحدود خواهد بود. مرادی دلایل اعتصاب خود را اعتراض به اعدام‌های اجرا شده در ماه‌های گذشته، صدور احکام ناعادلانه اعدام اخیر برای زندانیان سیاسی و اعتراض به بلا تکلیفی و محرومیت‌های ایجاد شده برای خود در زندان اوین عنوان کرده است. به یکی از حدود 15 ماه پیش به صورت بلا تکلیف در اوین زندانی است با اتهامات بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام مواجه است که می‌تواند به صدور حکم سنگینی نظیر اعدام بیانجامد. نسرین ستوده وکیل و زندانی سیاسی پیشین در پیامی به مناسبت روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام گفت که
در مخالفت با صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی به اعتصاب و تحصن در مقابل دادگاه انقلاب رشت می پیوندد. پیشتر فرهاد میثمی زندانی سیاسی پیشین اعلام کرده بود که در صورت اجرای این حکم دست به تحصن و اعتصاب قضا در مقابل دادگاه انقلاب رشت خواهد زد. کمپین دفاع از شریفه محمدی فعال کارگری محکوم به اعدام روز سه‌شنبه 17 مهر ماه اعلام کرد که افزایش درخواست ها برای لغو حکم اعدام یک نی بزرگ به قتل عمد حکومتی است. شریفه محمدی 45 ساله اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. ماموران اداره اطلاعات رشت او را در 14 آذر ماه سال 1402 با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. بر اساس رأی دادگاه انقلاب رشت، خانم محمدی به اتهام بغی یا شورش مسلحانه به اعدام محکوم شده است. وبسایت تحلیلی میدل ایست آی به نقل از منابعی نوشت که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه مجروح نشده، بلکه اکنون تحت تحقیقات گسترده درباره نقص‌های امنیتی است که منجر به کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان و دیگر فرماندهان ارشد آن شده است. به گفته این منابع، اسماعیل قاآنی زنده است و آسیبی ندیده، اما تحت بازجویی است. قاآنی از زمان کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله در بیرون در 27 سپتامبر در انظار عمومی دیده نشده است. از آن زمان سپاه پاسداران ایران تحقیقاتی را درباره چگونگی نفوذ اسرائیل به عالی ترین سطوح رهبری حزب الله لبنان و شناسایی محل حضور حسن نصرالله آغاز کرده است. 10 منبع در تهران، بیروت و بغداد از جمله شخصیت‌های ارشد شیعه و منابع نزدیک به حزب الله و سپاه پاسداران به این وبسایت گفتند که قاآنی و تیمش در قرنطینه هستند تا بازرسان پاسخی برای پرسش‌هایشان بیابند. اسکای نیوز هم با استناد به منابع ایرانی نوشت که اسماعیل قاآنی هنگام بازجویی توسط سپاه دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده است. در ادامه این گزارش آمده که رئیس دفتر قاآنی مظنون به جاسوسی برای اسرائیل است. محمد حسین زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی از حضور مشاوران بسیجی برای شناسایی زوجینی خبر داد که قصد سقط جنین در بیمارستان ها و مطب ها دارند. او گفت که مشاوران بسیج تا کنون در 90% موارد مراجعه موفق بوده و توانستند از سقط بیش از 6000 جنین جلوگیری کنند. زاده روز پنجشنبه در گفتگو با اعتماد آنلاین با اشاره به اینکه در ایران راه های سقط جنین سهل و آسان است گفت بسیج از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته که توزیع داروهای سقط جنین را در داروخانه ها محدود کنند. قانون جوانی جمعیت با توصیه ها و تاکیدات خامنه ای روز 24 مهر ماه سال 1400 در مجلس 11 تصویب شد و آبان ماه همان سال ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 آن را برای اجرا ابلاغ کرد. در بندهای مختلف این قانون هر اقدام مغایر با فرزند آوری لغو و مشمول مجازات شد. رسانه ها در ایران روز پنجشنبه اعلام کردند که مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد در استانهای مازندران، گیلان، همدان و کردستان در 10 روز گذشته باعث مرگ 41 تن و مسمومیت 343 تن شده است. در این میان روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از درمانگران اعتیاد در استانهای گیلان و مازندران اعلام کرده که تعداد بالای مسمومیت ها و جانباختگان تا این 10 روز غیر عادی و بیانگر بیوتروریسم توسط افراد و گروه های خاص است. به نوشته این روزنامه امکان ندارد که 4 تولید کننده در 4 استان به صورت همزمان محصول مسموم تولید کرده باشند. بیوتروریست به معنی استفاده عمدی از ویروس ها، باکتری ها، سموم یا سایر عوامل مضر برای ایجاد بیماری یا مرگ در افراد، حیوانات و گیاهان است. من گنجشمند در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سروی سوزانی، مادر پرهام پروری، زندانی سیاسی، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این زندانی سیاسی که بدون اجرای اصل تفکیک جرایم در بند عمومی زندان ایران شهر به سر می‌برد، به دست چند زندانی ضرب و شتم شده است. به نوشته خانم سوزانی، در نتیجه بی‌توجهی مسئولان زندان در خصوص محل نگهداری وی، اخیراً در یک درگیری چند زندانی پرهام را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چشم پرهام دچار پارگی شده و شش بخیه خورده و همچنین با پرتاب فلاسک چای بدن وی دچار سوختگی شدید شده است. پرهام پروری، معترض متولد سال 1376، در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بعد از کشته شدن مهسا امینی، روز 12 مهر ماه سال 1401 در تهران بازداشت و با اتهام محاربه مواجه شد. این زندانی سیاسی خرداد ماه سال 1402 و بعد از حذف اتهام محاربه از پرونده‌اش، با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی، مخدوش کردن پلاک روبرو شد و توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 10 سال تبعید به زندان جاس در استان هرمزگان و 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خبرگزاری ایرنا میگوید یک گربه کمیاب پالاس که 2 ماه پیش در شیروان در خراسان شمالی کشف شده بود، به دلیل اشتباهات مهلک اداره محیط زیست این شهرستان جان باخته است. این خبرگزاری دولتی روز چهارشنبه 18 مهر ماه با زنده‌کشی نامیدن رفتار اداره محیط زیست شیروان، به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این گربه پالاس با دستور مدیر این اداره به شکل غیر ماهرانه و غیر حرفه‌ای زنده‌گیری و وارد قفس شد و بعد از چند روز جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش، شرایط نگهداری، تغذیه نامناسب و استرس و فشار باعث مرگ این حیوان شد. این در حالی است که رئیس اداره محیط زیست شیروان علت مرگ این گربه را که نسل آن در حال انقراض است، ضعف جسمانی عنوان کرده بود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفتگو کرد. کاخ سفید اعلام کرد که کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پاییز امسال، هم در این ارتباط تلفنی حضور داشت. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود در واشنگتن بدون ارائه جزئیات بیشتر از محتوای این گفتگو، آن را صریح و پربار توصیف کرد، اما در این حال اذعان کرد که 2 طرف اختلاف نظرهایی هم در برخی موارد با یکدیگر دارند. کاخ سفید ساعتی بعد با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی در همین ارتباط اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با بنیامین نتانیاهو حمله موشکی 1 اکتبر جمهوری اسلامی به اسرائیل را به صراحت محکوم کرده و بار دیگر بر تعهد آهنین آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرده است. بایدن همچنین بر حق اسرائیل برای دفاع از خود
در برابر حملات حزب الله تاکید کرد، اما در این حال بر لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان به ویژه در مناطق پرجمعیت بیروت تاکید کرد. به گفته یک کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل توافق کردند که در روزهای آتی چه به طور مستقیم چه از طریق تیم‌های امنیتی ملیشان در تماس نزدیک با یکدیگر باشند. بعد از دو هفته درگیری در مرز لبنان و اسرائیل و تلاش نیروهای اسرائیل برای نفوذ زمینی به مناطق مرزی، ارتش اسرائیل اعلام کرد که احمد مصطفی علی، یکی از فرماندهان حزب الله و مسئول شلیک موشک به شمال اسرائیل، کشته شده است. همچنین امروز پنجشنبه ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که محمد علی، فرمانده واحد ضد تانک حزب الله در منطقه مثل جبل، هم در این حملات کشته شده است. از سوی دیگر، حملات هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای که پناهجویان آواره در مرکز غزه را در خود جای داده بود، دست کم 28 تن از جمله زنان و کودکان را به کام مرگ فرستاد. این حمله در روز پنجشنبه 10 اکتبر در شهر دیرالبلح رخ داد، جایی که 1 میلیون آواره از جنگ از دیگر مناطق غزه به آن پناه آوردند. پزشکان اعلام کردند که در این حمله تعداد زیادی زخمی شدند و به 3 بیمارستان در شمال غزه دستور تخلیه داده شده که این اقدام جان بیماران را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که حمله دقیقی به تروریست ها انجام داده که مرکز فرماندهی و کنترل خود را در این مدرسه قرار داده بودند. اسرائیل ادعا کرده که این حمله نشان دهنده سوء استفاده حماس از زیرساخت های غیر نظامی است، اما حماس این اتهامات را رد می کند. بر اساس گزارش شبکه آمریکایی CNN، یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که کابینه امنیتی اسرائیل امروز پنجشنبه برای رأی‌گیری درباره نحوه پاسخ به حمله موشکی ایران تشکیل جلسه خواهد داد. بنا به گزارش وبسایت آکسیوس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه امنیتی را برای بحث در مورد این پاسخ فراخوانده است. خبرنگار العربیه گزارش داد که به منظور جلوگیری از افشای جزئیات ضربه احتمالی، جلسه بدون رأی‌گیری خواهد بود. در عوض نتانیاهو و یوآف گالانت، وزیر دفاع، اختیار کامل برای تصمیم گیری و تعیین زمان مناسب برای واکنش به ایران را خواهند داشت. بر اساس قوانین اسرائیل، نخست وزیر برای انجام عملیات‌های نظامی گسترده نیاز به تایید کابینه امنیتی دارد، اما همانطور که در جلسه امروز پیش بینی شده، قرار است که تصمیم گیری و تعیین زمان واکنش به نتانیاهو و گالانت واگذار شود. پلیس سوئد امروز پنجشنبه اعلام کرد که در حال بررسی تیراندازی در نزدیکی یک هدف اسرائیلی در شهر گوتنبرگ است که تلفاتی نداشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از رسانه‌های سوئدی، این هدف اسرائیلی یک واحد از شرکت الکترونیکی دفاعی البیت سیستمز است. به گفته پلیس، یک مظنون نوجوان در محل دستگیر شد و تحقیقات مقدماتی در مورد سوء قصد در ارتکاب جرم با سلاح سنگین در حال انجام است. تلویزیون عمومی STB و دیگر رسانه‌های سوئدی به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند که شخص مظنون کمتر از 15 سال سن داشته است. سخنگوی پلیس گفت که تاکنون تنها یک مظنون بازداشت شده و بازرسان از هیچ گونه تهدید مشخصی علیه دیگر اهداف اسرائیلی در منطقه گوتنبرگ در جنوب سوئد اطلاعی ندارند. برندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتر هیدریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه، با شماست. هیدریلا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 heydarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. شبکه اسرائیلی کان 11 نیوز اعلام کرد که ایران در حمله بزرگ و بی‌سابقه هفته گذشته به اسرائیل حدود 1/3 از موشک‌های بالستیک پیشرفته خود را استفاده کرده است. بر پایه برآوردهای گزارش شده توسط این رسانه، تهران تا قبل از حمله حدود 600 پروند موشک با کیفیت بالا داشته و با بکارگیری 180 تا 200 پروند از این تعداد، تنها حدود 400 پروند موشک دیگر در زرادخانه ایران باقی مانده است. کان 11 با یادآوری اینکه صرف این تعداد موشک تأثیر مهمی بر توانایی های نظامی ایران داشته، همچنین گفته است که موشک های استفاده شده در حمله اخیر ایران 1/6 از کل موشک های بالستیک تهران است که طبق گزارش رسانه های خارجی شمار آنها تا 2000 پروند تخمین زده می شود. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در جریان بازدید از بخش اطلاعات نظامی این کشور گفت حملات ایران هجومی اما فاقد دقت لازم بودند. به افزود که واکنش اسرائیل مرگبار، دقیق و شگفت‌انگیز خواهد بود و ایران نه تنها نخواهد فهمید که چه اتفاقی افتاده، بلکه از چگونگی این واکنش هم بی‌خبر خواهد ماند. طوفان هاری میلتون که دومین طوفان پرقدرت رده 5 و سومین طوفان با شدت‌گیری سریع در تاریخ آمریکا طبقه بندی شده، بامداد پنجشنبه 19 مهر ماه به وقت خاورمیانه سواحل غربی ایالت فلوریدای آمریکا را درنوردید. میلتون که همچنین قدرتمندترین طوفان استوایی در سراسر جهان در سال 2024 توصیف شده، تا یک روز پیش از آن شبه جزیره یوکاتان در مکزیک را در هم کوبید و دست کم 6 تن را کشت و خسارات زیادی به سواحل این بخش از مکزیک وارد کرد. فلوریدا در نخستین ساعات ورود طوفان با قطع برق برای 3 میلیون تن روبرو شد و طوفان با سرعت حدود 200 کیلومتر در ساعت سقف خانه‌ها و سقف گنبدی استادیوم بیسبال تمپا بی را از جا کند. مقامات سن پیترزبورگ در ایالت فلوریدا باران در این شهر را بارندگی که یک بار در 1000 سال رخ می‌دهد توصیف کردند. خدمات ملی هواشناسی درباره سیل در شماری از مناطق فلوریدا از جمله خلیج تمپا که حدود 3,300,000 تن ساکنان هستند هشدار اکید صادر کرد. سطح آب در این منطقه تا 4 متر از سطح زمین بالا آمد. بعد از اصابت میلتون از سطح دریا به خشکی در فلوریدا، چند شهر فعالیت نیروهای اورژانس و امداد خود را به دلیل خطرات بسیار زیاد برای جان این نیروها متوقف کردند. فلوریدا در حالی در مسیر ضربات طوفان میلتون قرار گرفت که هنوز فرصت جبران خسارات گسترده طوفان هلین را نداشت. هلین هم به همان اندازه پرقدرت بود و 2 هفته پیش 230 تن را در این ایالت و سایر ایالات همجوار از پای درآورد. کمیته اعطای جوایز نوبل هانگ کانگ نویسنده 54 ساله اهل کره جنوبی را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2024 معرفی کرد. این کمیته امروز پنجشنبه با شاعران توصیف کردن نثر خانم کانگ اعلام کرد که این جایزه به دلیل آنکه نثر او با آسیب‌های تاریخی مقابله و شکنندگی زندگی بشر را آشکار می‌کند به وی اعطا شده است. آندرس اولسون رئیس کمیته آکادمی نوبل در بیانیه‌ای در این زمینه گفت به آگاهی منحصر به فردی از پیوندهای بین بدن و روح، زندگی و مرگ دارد و در سبک شاعرانه و تجربی خود به یک مبتکر در نثر معاصر تبدیل شده است.
رافائل نادال اسطوره تنیس جهان که کلکسیونی از افتخارات را در طول سالها حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت کرده، روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که از دنیای تنیس خداحافظی می‌کند. قهرمان 22 دوره از مسابقات گرند اسلم، دارنده 92 عنوان قهرمانی در مسابقات بین‌المللی و یکی از درخشان‌ترین چهره‌های ورزشی جهان، مرحله نهایی رقابت‌های جام دیویس را که بین روزهای 19 تا 24 نوامبر آینده در مالاگای اسپانیا برگزار می‌شود، آخرین حضور خود در یک تورنمنت حرفه‌ای تنیس اعلام کرد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.